در راستای تغییر محتوا، آقا من نمیدونم چندیم چون تا الان اکثریت محتوامون گنشین بوده، ولی خب شرط می‌بندم کسی که گنشین پلی میده یا انیمه میدیده و باهاش آشنا شده یا بعد از پلی دادن گنشین باهاش آشنا شده، و کسی که گنشین پلی میده و نمیدونه انیمه چیه، سلام، خوبی داش، چه خبر، روال همه چی خوش میگذره؟ خلاصه که دیروز، البته که من نمیدونم این که قرار آپلود چه، ولی خب همون دیروز هر روزی که بوده بدونی من فرداش دارم تو کارش. آره، یه تیزر مثل بمب همه جا ترکی با عنوان با کیفیت ترین هنتای قرن، انقدری همه کوم کردن باهاش و هایپ شدن که حتی به استودیوی ویت و ماپا نسبتش دادن. ولی بذاریم براتون شفاف سازی کنم. اولی که بنده تیزر رو دیدم و واکنش همه که میگفتن اوه اوه هنتای اوه 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 عجب کیفیتی اوه اوه بوب فولشتی اوه اوه متحد با آرتیکس آن، گفتم آقا هر چیزی که نودیتی داره صرفا هنتای نیست و برزرک رو مثال زدم برایش، که خب به زودی بعدش فهمیدم عجب غلطی که من انتظار داشتم که با ایسکای قوی با داستان غنی مواجه بشم، چون معمولا نویسنده هایی که محدودیت نمیذارن برای نوشتنشون روی صحنه های اینطوری بقیه داستانش هم خوب مینویسن، تا اینکه رفتم سراغ مانگا و حقیقت کوبیده شد تو صورتم. البته که بهتر بگم دوجین. در مورد خود دوجین میتونی اسمشو سرچ کنی. The man who helped me on my isekai trip is a killer. مردی که در سفر ایسکای من کمکم کرد یک قاتله. و خب یه دوجین دو چپتریه که روی یه سایت ناشناس که تا حالا اسمشو نشنیدم آپلود شده. تنها چیزی که من از این دو چپتر فهمیدم اینه که چقدر فرماتش شبیه بقیه دوجیناست. از اینا بگذاریم. تا چپتر توییترشو گذاشته. بریم بررسیش کنیم. این توییتر طرف که می‌بینید. هوری هوری آهان. که مشخصه داره همین کارشو پروموت می‌کنه. بذارین ترجمه کنم. توی بیوش نوشته که من مانگا می‌کشم. سابقه کاری و تماس و فلان. از همینجاش مشخصه که کاری که این طرف کرده چقدر نبوغ پشتش بوده. کاری ندارم با اینکه بعداً داستانش خوب میشه یا عوضش می‌کنه. مهم اینه که اول از همه کارو با چیزی که از ریز و درشت و پیر و جوون توی اسکرول کردنشون دست نگه می‌دارن تا ببینن شروع کرده. تیریز. بعدش هم از راه رسمیش نرفته و توی مجله هفتگی آپلودش کنه. منظورم اینه که سابمیتش کنه برای مجله هفتگی. توی سایتی گذاشتتش و خب بوم. بله میدونم این روزا حالا فضای مجازی هست و اینا سابمیت کردن واسه مجله هفتگی خورده قدیمی تره، ولی نیا بکنم. بریم توییتای این جناب و چند تاشو بخونم. همونطور که میبینید کار این جناب، حالا نمیخوام بهش توهین کنم، شاید خیلی انسان شریفی باشه، ولی کلا دوجین نویسه و خب توییتاشو که میبینم نمیتونم کاریش کنم. این اسم ملغا میشه که طرف بچه 12 ساله است نشسته داره اینا رو میکشه. نظر کاملا شخصی، قصد توهین ندارم. در مورد استودیو کاملا مشخصه که پیام مورد نظر به دست مخاطبای خودش رسیده، چون به خاطر هم زدن زیاد اصلا ندیدن که آخرش لوگوی خود استودیو هست و ربطی به ماپا و چرت و پرت نداره. تو بیوش نوشته که این یه گروه انیماتور لون سوپه که محتوا برای همه سنین و بزرگسالان تولید می‌کنه. ترجمه خورده مزخرفه برای تعامل. بعدش هم نوشته که قبول کردن تبلیغ و توسعه رسانه با کیفیت بالا و مهمترین نکته. جلوش نوشته که ستاره، چون تیممون کوچیکه از پذیرفتن کارهای طولانی معذوریم. فکر کنم همین یه جمله همه چیز رو مشخص کرد، نه؟ کلا دو تا توییت داره که در مورد دو تا انیمیشن ساخته شده شد. و خب نمیدونم فقط منم یا نه، ولی از خود انیمیشن هم مشخص بود که کار یه گروه کوچیک، مخصوصا اون صحنه فایت سی جی و اینکه هندونه‌های این چرشه کلی تنبلن. با هم اینا میشه نتیجه گرفت. خبری نیست. هنتای با کیفیت در راه نیست. صرفا این حرکت تبلیغاتی بود که ترکی و به هدفشون رسید. الان هم گروه انیماتورش معروف میشن، هم دوجین آرتیسته. وایس اکتورش هم با اینکه صداش آشنا صرفا یه میمیکه و همه کاراش ویژوال ناول و ایروگه. در مورد انیمیشن هم یکم باید بیشتر توضیح بدم. فکر نکنین ساختن انیمیشن با همچین کیفیتی، کار کردن تو معدن یا همچین چیزی ها، در واقع کار خیلی ساده ای. من خودم چون متحرک سازی با افتر افکت کار کردم میگم. شما به طراح دسترسی داشته باشی که توی فتوشاپ کارش انجام بده و یکی که کار متحرک سازی رو با افتر افکت انجام بده، به سادگی میتونی هم چیزی بسازی. ممکنه بپرسید پس چرا بقیه انیمه ها کیفیتشون قمر در عقربه؟ ساده است. پول. ساختن انیمیشن زمان و هزینه زیادی میبره، مخصوصا انیمه، چون اکثرش دستیه و نه مثل انیمیشن های غربی با کامپیوتر. این 30 ثانیه که شما دیدین و کم کردین شاید 30 ساعت یا بیشتر روش کار شده. استودیوهایی که دارن انیمه میسازن براشون نمیصرفه که روی کیفیت کارشون خرج کنن، همینطور که برای من نمیصرفه که با 580 تا ساب بیام سر یه ویدیو 3-4 ساعت وقت ادیت بذارم و در نتیجه تا وقتی که به جایی برسیم با چنل چه میدونم یکی دو کاسا کمیت رو به کیفیت ترجیح میدم. در مورد انیمه، بیشتر درآمدشون از فروش نسخه بلوری و اوی ای هاست و بیشتر از اون مرچندایز، اکشن فیگور، کاور و اینجور چرت و پرت. وقتی که یه کاری معروف نیست نمیصرفه برای پروموت کردنش بیان اون همه بودجه بذارن. هرچی کار معروف تر کیفیتش بالاتر. البته که یه سری استثناء همین وسط هستن که کارشون نمیشه کرد دیگه. اما اینجا نه بحث پول بوده نه زمان. یه گروه نوپا، مهمترین چیزی که نیاز داره دیده شده. حالا من نمیدونم دوجین آرتیست از اینا استفاده کرده تا معروف شه یا اینا از اون استفاده کردن. خلاصش اینه که اینا وقت گذاشتن و هزینه کردن و این تیزر 30 ثانیه‌ای رو ساختن با کیفیت بسیار خوب. هرچند که همچنان اکثر انیمیشن هاش حرکات و موومنت های ساده است و جای فایتش که پیچیده میشه وادادنی خورده. و در عوض چی گرفتن؟ بله، you receive fapping material and false hype and hope. I receive recognition.
معامله خوبی بوده. و در آخر هم باید بگم که من نمیدونم چرا ولی خیلی حرص میکنم وقتی همچین اتفاقی میفته. برای خودم عجیبه وقتی همچین چیزی پیش میاد، یا مثلا مثل اون دوران ریدیو آوهیله همه یه جوری در موردش صحبت میکنن انگار چی هست. بله همه آدم هورنیه، ولی حتی ما که اسم خودمون رو کومر گذاشتیم هم دیگه در این حد نیست. آقا فهمیدیم تو ریپ و بی اس ام دوست داری، نکن که این کارتو پیش خودت نگه دار. ما هم تو خلوتامون هنتای میخونیم، نمیم جار بزنیم. از اون بدتر شخصیت این پسره میره رو. چرا دختر فکر میکنه پسری که همه چی به چپ بشه و صرفا به عنوان ابزار بهشون نگاه میکنه قدرشون رو نمیدونه و یه خورده اجی جذابه؟ مازوخیست اینمتون. البته که شاید کاراکتر دیولپمنت تاش خدا رو چی دیدی یهو دیدی آدم شد. خلاص که خبری از هنتای با کیفیت نیست. هنتای همیشه با همون کیفیت دوتا صحنه و 10 تا فریم و وایس اکتوری که از تو خیابون برداشتن آوردن باقی میمونه. نگران نباشید و کمتر هورنی باشید. توی مدیای امروز ماشاءالله هر چی در میاد مثل ویروس واگیردار پخش میشه همه جا، اما با ما از حقیقت ماجرا آگاه شوید. جی 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 جی.